آیه 32 سوره مبارکه نور فرموده و انکحوا، یعنی اینکه برید همسر پیدا بکنید. ما داریم دستور قرآن رو داریم اطاعت میکنیم. پس تذکر اول چی شد؟ عرض کردیم. تذکر دومم اینکه هم به زنها داره اینو میگه که یک واحد ازدواجی توی محله های خودتون، توی خونه های خودتون، توی فامیل خودتون، همینجور که اخیراً صندوق های قرض الحسنه خانوادگی درست میکنید، حالا بعضی هاش هم خلاف شرع هم اتفاقاً هست، به رباخاری بدون اینکه مسئله ربا رو بدونید شما افتادید تو این مسئله، بیایید یک واحد ازدواج هم تو فامیل خودتون برپا بکنید و ایجاد بکنید. یه واحد ازدواج داشتید تو فامیل، آقا چند تا بزرگترها ریش سفیدا نشستن، هر کس مجرد بشه تو فامیل، اینا میرن براش همسر پیدا میکنن. این چه اشکالی داره؟ آیام همینو داره میفهمد، میفهمد انکحوا. گیرم ما در تذکر دوم داریم این عرض میکنیم، هر زمانی که صحبت پیش بیاد ما به این جایی که برسه کارهای خطرناک که پیش بیاد، درست شعارشو میدیم ما اهل کوفه نیستیم، ولی در واقع بعضی جا اهل کوفه هستیم. یعنی که جای کار خطرناک که پیش میاد میگه آقا جون ما رو پای آبرو در خطر و آبرو ما نیستیم، الان یه چیزی متلکی به ما میگن ما نیستیم، سورش هم ما بخوریم. شما بیا برای دین خدا، یکیش هم انکحوا هست از موارد دینی، بیا عمل کن، آبروت هم در خطر قرار گرفت. چون در مسیر الالله آبرو در خطر قرار گرفته، چه اشکال داره؟ امام حسین هم در مسیر الالله آبروش گذاشت وسط، حضرت زینب هم همینجور. مگه اینها اون اتفاقی که براشون افتاد با این وضعیت؟ خب تو تواریخ مقاتل نوشته که با خفت و خاری اینا رو روز عاشورا شبش که ما میگیم شام غریبان، در این شام غریبان اینا رو با خفت و خاری برشن از این صحرا بردن بیرون، زنجیر کردن یه نفر و قول کردن یه نفر رو. خب اینا که چیزای ساده است، ما فقط میشنویم، حتی حاضر نیستیم تصورش هم بکنیم، تو ذهنمون یک بازسازی داشته باشیم نسبت به این قضیه. قرآن میفهمد انکحوا. همین جوری که همه بزرگان دین شما آبروشون رو گذاشتن وسط، حیثیتشون رو گذاشتن وسط، کتکم خوردن فلان، برای این دین شما پاتون رو بذارید وسط. اگه میخواین جامعه جامعه سالمی باشه، مجردین خودتون رو براشون همسر انتخاب کنین، دختر پسر خوبی انتخاب کنین، پسر دختر خوبی، مرد هست زنی نداره، زن خوبی زن هست، شوهری نداره شوهر خوب انتخاب بکنید، و این دستور الهی است. عبادت هم هست، سختم بهتون گذشت عبادته. عبادت فقط به این نیستش که بریم ای قربونت برم امام حسین که چقدر تو خوب هستی، چقدر تو خوبی. ما میایم یه سینه میزنیم و تباکی میکنیم و بکا گریه میکنیم بر اساس روایت. روایت هم نمیخوام میگیم غلط و نه، روایت هم درست، اما بقیه شما نخوندیم و نمیفهمیم که جای بحثش اینجا نیست، و یه قرمه سبزی حسابی امام حسین، قیمه امام حسینی میخوریم. مهم اینه که قیمه امام حسین رو خواهیم باشون، قربونت برم امام حسین، روز قیامت هم شفاعت ما رو بکن.